مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، آه شرر و این قفس را بر شکن و زیر و زر کن. برول پرست ز کنج قفس دران، نغمه آزادی نوع بشر سرا، پر شرر کن ظلم ظالم جور سیام، آشیانم داد بروار، ای خدا ای فلک ای طبیعتت، شام تاریک ما را سحر. چشم، اونم چشم دیگه. منم دلم برای تنگ شده است بابا جو، قربونی دلت برم. گوشکو پسرم، گوشکو، نه عزیزم، نه بابا به خدا کاری از دست من بر نمیاد. نه ده عزیزم، همش دست خودی ما داره. شما گوشی ها بده به سارا، گوشی ها بده. سلام سارا، چطوری بابا؟ خوبی؟ شما چه بزرگتر از داداشیدی؟ یا بهش حالی بکن که اومدنی من اسمون بابا هیچیه به خدا تغییر نمیدون. نه بابا مشکل، گوشی 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 سارا با موبایلی من زنگ زد. سارا من گوشی میدم خانم جان، باش حرف بزن. حالا بعد بعد خدا حافظ. سارا هست میبیرم. سارا جون قربونه. بله سلام، چه خبر مصطفی؟ ده خواهد من یه خبری هست که موبایل زنگ زدی. به چه دوزی؟ ای داد و بیداد. کجا؟ بیمارستان؟ کدوم بیمارستان؟ نه دیگه، آره بلدم. باشد باش، ما با داشتی میرفتی مهمون. نه دیگه خب چه آره اینه چشم، خدا حافظ قربان. کیه زنه دوزی؟ مصطفی؟ به چه دوزی؟ شما به من گوش میکردی یا با سارا حرف میزدی؟ با گوشم، با سارا حرف میزدم، با گوشم به شما گوش میکردم. برزد خانم جان، من شهر من دادم، الان کار پیداش است، باید برم بیمارستان. خب لابد بری بیمارستان، برگردی بیا بری مهمونی. خب آره دیگه، ساعت 12 شب ها. خب چاره ای ندارم، چیکار کنم؟ من باید میام تو بیمارستان، کارت که تمام شد میری مهمونی. با من میای بیمارستان؟ شما بیام تو چی کار کنه آخه؟ خب چیکار، چطور میشه؟ خب میام اونجا که کارت تمام شد، بعد بریم دیگه. شما با این طورشه؟ طورشم زدم تو کیفم که پیدا نباشه. خانم جان همه شیرینی میبرن، دست گل میبرن. اخه شما ترشی میبرید چرا؟ دست گل به جای خودش. ترشی رو منیرو دفعه که اومده بود اینجا دوست داشت. حالا پا به ماسی میبرش میبرم خوشحال میشه. این توش مورچه چیز؟ نه جونم، اینا نعنه و ترخون و ایناست. امیر حسین والا بده بلا بده، آدم ساعت 12 شب برد مهمونی. حالا شایدم زودتر تموم شد رفت. بده، به خدا بده. مادرم از بیمارستان یه تلفن بهشون بود. بعدم به من چی میگو؟ تقصیری تبهکار هست که تبهکار یاشون آبا میندازن شب. خب حوضش ما هم باید مهمونی همونه بندازیم رو. مگه میشد مردم روز هزار یک کار دارن، مگه میتونن مهمونی بدن؟ باید به تبهکارا بگن تبهکار یاشون رو بندازن به روز تا بهشون تخفیف بدن. بعدم نمیگوی خانم جونم.
سلام. سلام. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. شما چرا اومدین اینجا؟ مثلا میرفته مهمونی. خب آقا قضیه از این قراره که یه پسر بچه 7 ساله دزدیده شده. بشم. بعد این بچه رو برده بودن توی یه دونه مرغداری نیمه تعطیل اونجا زندانیش کرده بودن. ان شاء الله. بعد از پدره 5 میلیون تومان پول خواسته بودن. خب چه طمعی؟ از همون شب اول پدره با نیروی انتظامی تماس گرفته، بچه‌ها رد تلفن گرفتن، ریختن تو مرغداری. بعد صاحب کوسته. خانم جان. چی رو؟ ده کورشم، کورشی الهی خیر نبینن، الهی بزمینی گرم بخورن که برای خود کارا رو نکنن. بگو مصطفی سری داره مقداری هم که دستش تو کار بوده فرار میکنه. صاحب مقداری هم که گویا مسافرت، مرغداری رو سپرده به برادرش. بچه چطور شده؟ بچه سالمه. خب الحمدلله بردنش تو همین بیارز. بچه تو بیمارستان؟ خب برای احتیاط و این چیزا بردنش. خب چیزش نیست؟ نه الهی شکر الحمدلله. خب تموم شد؟ خیر نبینن، خیر نبینن، کوچم. کی آقا؟ پدر مادر اینجا؟ بله هست. ببین، این دفعه دیگه نمیذارم علیرضا پیش تو بمونه. علیرضا پسر منه، پیش منم میمونه. بله، پسر شماست، اما از شکم دیوار زاییده شده، مادر نداره؟ الان وقت دعوا نیست. اتفاقا الان وقت دعواست. سلام. آقای اوسیا، بازپرس آگاهی، آقای کاردار، پدر بچه. پس مادرش چی؟ این بچه مادر نداره خانم، از شکم دیوار به دنیا آمده. اگه مادر داشت که به این حال و روز نمی افتاد بچم. اگه مادر داشت که نمی دزدیدنش. آقای بازپرس آگاهی، این درسته؟ آخه پدر چه شایستگی بیشتری از مادر داره که بچه باید پیش اون بمونه؟ وقت مادر که نفسش به نفس بچهش وصله، فقط میتونه هفته یه دفعه بچهشو ببینه. این درسته؟ راست میگه امیر حسینو، به چه حقی مادره؟ مادرم کتابیه. ببخشید خانوم، والا من قانون گذار نیستم. آقا شما زنگ گرفته؟ هنوز نکامله. هنوز نکامله. خب دیگه داری میگیری. چند سالت جدا شده؟ نزدیک دو ساله. پس تحملت بیشتر از این نبود. اما مادر تا آخری عمرش پا به چشم میشینه. مادرم چیه؟ مادرم مگه دروغ میگم؟ حقیقتو میگم بای آقا، باید قبول کنه. پدر سر کپه جواهر نمیتونه بچه بزرگ کنه، ولی مادر سر کپه خاکستر بزرگش مادرم میکنه. مادرم یعنی چه؟ مادرم حقیقت تلخه برای آقا. اسمت چیه؟ علیرضا کاردار. باری کلا علیرضا، 7 ساله دستی جنه؟ 7 سال و 3 ماه، 9 ماه دیگه هم تولده. باری کلا 7 سال و 3 ماه. و اجه گفتی چند روز؟ روزشو نمیدونه، از ماهانم باید. خب علیرضا چی تو رو دزدید؟ چه سوال خنده داری میکنی شما؟ راست معلومه دزدی من دزدید دیگه. سب ببینم شما کی هستیم که این سوال رو از من میکنی؟ من؟ بگم؟ حتما بگم. دست سوالا وگرنه بی حرکت. پلیس؟ اگه شما الان اونجا بودیم میزنیم اونا رو لحت و پاک میکردیم. دیش دمداغ کشون کرده. بله تمومشون رو همه شون رو دستگیر میکردیم. تمام. علیرضا چی تو شد؟ چطور رو دزدیدن؟ من ندزدیدم، خودم باشون رفتم، میخواستم من رو بدوزن. دیش بسیم دمداغ کشون میکردم دستگیر. حالا اون چه باشون رفتی یه نفر بود؟ آره یه نفر بود، ولی بعدن 2 نفر شد. قیافشون هم زیاد به دوزا نمیخورد. این آدم ها معمولی بودن. مگه دوزا قیافشون چجوریه؟ معلومه زشتن، همیشه تیر خوردن.
همیشه چند تا تیری هم از پلیسا طلب دارن. همیشه از پلیسا چند تا گلوله طلب کارن. بله. مثلا همون دوزی که من دوزیده. خب علیرضا چطور شد با اون آقا که قیافشم به دوزنی میخورد رفتی؟ معلومه اعتماد من جلب کردن، من بهش اعتماد کردم باش رفتم، ولی بعدن فهمیدم که نباید اعتماد میکردم. باری چلا. اسم شما چیه؟ من؟ امیر حسین. امیر حسین اوسیا. آقای امیر حسین اوسیا، چرا من آوردن اینجا؟ من که بیمار نیستم، مریضی هم ندارم. برای این چه دوزیدندت؟ خب من دوزدم، مریضم همیشه. میخوای از دکتره بپرسیم؟ اصلا منو چرا آوردن اینجا که بخوان ببرنم؟ من چرا آوردنم اینجا؟ دلش را بگو. همین الان میپرسم. پس همین الان بریم بگیم. بابا خیلی خوب تسلیم. چرا دعوا میکنه علیرضا خان؟ چش رفتم. سلام قربان. دستبوسم قربان. شرمنده قربان. از این اتفاقی قربان اینجا افتاده خیلی شرمنده. ببخشید. خیلی ناراحتم قربان. من کاری دستم در بیاد در خدمتتون هستم قربان. شما برادر آقای خاوری هستین؟ بله قربان. بنده شرمنده هم قربان. داداش اینجا رو به من سپردن، مقداری رو. منم به این مردک اعتماد کردم، این افتضاح به بار اومده. بنده شرمنده هم قربان. دستبوسم قربان. ببخشید قربان، بالاخره کاری از دستم بر بیا قربان، در خدمت هستم. شرمنده قربان. ببخشید. بنده در خدمتتون هستم قربان. برادر شما چند وقت رفته؟ کجا رفته هستم؟ حالا یه ماه رفتن دوبه. دوبه؟ وقت شما چند روز بود که اینجا سر نزده بودی؟ یه هفته شده بود. ما یه مشکلاتی واسه فروش داریم، یه مدت درگیر بودیم با اتحادیه، نرسیدیم سر بزنیم، این افتضاح به بار اومد. داداشم اینجا رو به ما سپرده بود، منم به این مردک اعتماد کردم. خب راجع به این مردک، راجع به همین نادر کفاشا راجع به این صحبت کن. قربان نگهبان شبان روزی ما بود. خب یعنی مقداری در اختیارش بود دیگه. خب آقای خاوری، بچهای نیروی انتظامی دیشب میومدن اینجا، نادر کفاشا فرار کرده، گوله خورده به پاش. پاش میخورد تو مغزش قربان، این افتضاح به بار نمیومد. خب حالا کجا میتونی پیداش کنی؟ حالا جان داداش اصلا نمیدونم قربان. دوستی، فامیلی، آشنایی، زن و بچه داره اصلا یا نه؟ بله قربان زن و بچه داره، زن و بچهش علی گودرزم قربان. پس اهل علی گودرزه؟ بله. ولی یه دوستی داشت به نام یاور. یاور می اومد اینجا. قبلا اینجا کار میکرده؟ نه قربان، دوست اینا بود، می اومد اینجا سر میزد میرفت. بعد من قدغنش کردم که این یاور نیاد اینجا. خب آدم ناتوی بود قربان، ناتو بود. فکر میکنید با قضیه بچه دوزی؟ فکر میکنم قربان ایشون دستش دست تو این کارا باشه، تو این قضیه بچه دوزی. حالا کجا میتونیم پیداش بکنیم اینو؟ نمیدونم قربان، اگه رضا کفاشان قربان شما دستگیرش کنیم پیداش کنیم، اون حتما اطلاع داره ازش. کنم که جناب قربان بندر کلمتری نبریم قربان، من آبرو دارم قربان، من پام برسه اونجا مردم قربان. داداش آدم معتبریه.
کاردار. سلام قربان. خوش اومدی. قربون شما. بفرمایید. خسته نباشی. شما خوبین؟ متشکرم. کاری خدمتی؟ خیلی ممنون. راستش چند تا سوال زدم داشتم. بریم پایین بهتره. بفرمایید. هنوز کاملا نه. یعنی چه؟ یعنی تو چه مرحله هستی؟ یعنی عقد کردیم ولی هنوز با هم زندگی نمی کنیم. مشکلی چیزی داریم؟ مشکل خاصی نه. بفرمایید. خیلی ممنون آقای کاردار. علیرضا پسردون مشکلی برای عروسیدون نیست؟ نه به اون صورت. بالای خورده رفت و آمد و اینا بود. موضوع هم که موضوع خصوصیه. میفهم. گفتم اینجا. ولی این به اون صورت. خب ببینین همین دیگه. براست یه نتیجهی برسیم. سوال رو واضح توضیح بدین آقای کاردار. من میخوامونم همسر آینده شما. حالا یا همسری بعدیدون. مشکلی نداره چه شما میخواین با پسردون علیرضا که از یه زن دیگه زندگی کنی؟ ولی؟ البته زهره، اسم خانمم زهره است. ترجیح میده که علیرضا بره با مادرش زندگی کنه. ولی من حاضر نیستم. من میگم پسرم باید با من زندگی کنه. و همین مشکل مانع عروسیتون شده است تا حالا؟ بله؟ متاسفانه بله. سلام چطوری؟ سلام. بابا رفته پایین. سلام بابا. چطوری؟ خوبی؟ چطوری علیرضا خان؟ خوب. اجا گفتی کلاس چندومی؟ اول. خب با چه آقایی. خب حالا از دزدیده شدن این علیرضا خان برامون تعریف کنیم ببینیم. بله علیرضا معمولا هفته یه روز یه 24 ساعت میره پیش مادرش. از سه شنبه است تا چهارشنبه است. این که کجا و چه جوری تحویل مادرش میدادین دا بیشتر بگوین. یه زمین اسکیت هست چسبیده به پارک ملت. معمولا میبرمش اونجا. بچه اسکیت خیلی دوست داره. میبرمش اونجا بازی میکنه. و مادرش هم قرار میذاره معمولا میاد از اونجا میاد. بله. داره بازی میکنه. باشه. سرما خورده بود. خوب شده ولی باید قرصاشو ادامه بده. تو کیف مدرسهش گذاشتم. قرصا رو میگم. خودم با خط خوب و خانا رو پاکت نوشتم که کی باید بخوره. آنتیبیوتیک داره. حتما باید سر ساعت بخوره. باشه. دیر که نمی کنی. خدا. علیرضا. بابا من دارم میرم. مامانت هم الان میاد. کیفت رو نیمکت آب میوه بغلش. مواظب باش از زمین بیرون نیا تا مامانت بیاد. خداحافظ. خب حالا چرا منتظر مادرش نشدی که بیادش علیرضا رو تحویلش بده؟ هم تو ول کردی رفتی؟ گفتم که هم تلفنی صحبت کردیم. گفت دیر نمی کنم. بعدم هر دفعه با هم روبرو میشیم بالاخره یه چیزی پیش میاد، یه چیزی میگه، آدم جر و بحث و دعوا و خب جلوی میدونیم آدم دلش نمیخواد. خب حالا همیشه همون جا قرار میذاشتیم برای تحویل دادن علیرضا؟ بله هم بهانه‌ای بود که بچه اسکیتشو بازی کنه، هم به خونه مادرش نزدیکتر بود. خب علیرضا خان اون روز که اون آقا دوزه اومده
تو چی تو شد؟ چه رفتی پلوش؟ ها؟ داشتم اسکیت بازی میکردم صدای بوق ماشین مامانم شد. این جوری بوق زد هان؟ تو هم دیدی که شکل ماشینی مامانت بوق میزنه، فکر کردی مامانت است دیگه اومده دنبالت هان؟ اون وقت من فکر کردم بوق ماشین مامانمه، بعدش رفتم پیشش. اینم کچولو بیا عجزه توی؟ خب وقتی دیدی که مامانت نیست چی تو شد چه باش رفتی؟ مامان توی تعمیرگاهه، داده ماشینشو درست بکنم. بعد تعمیرگاه ماشین؟ آره ماشینا درست میکنم. آره آره. بعد به من اونجا گفتش که بیام اینجا دنبال تو، تو رو به خودم ببرم تعمیرگاه پیش مامان. حالا بیا اونجا بریم اسکیتا رو توی پات در بیارم با هم دیگه بریم پیش مامان. ها؟ گفت مرتو 800 بار آنتیبیوتیک نمیخوری. مگه قرص نمیخوری آنتیبیوتیک 800 بار؟ قرصا تو کیف مدرسته اونجا؟ مامانت به من گفته دیگه همه اینا رو دید نشونی ها درسته؟ دیدی مامان گفته؟ حالا بیا بریم اونجا اسکیتو در بیارم توی پاد با هم دیگه بریم پیش مامان. بیا خدا. اون وقت من فکر کردم واقعی مامانم فرستادش من باز رفت. خب چه سواری ماشین شدی یا رفت؟ خب آقای کاردار، اون موقعی که شما درباره داروهای علیرضا با مادرش تلفن حرف میزدین کسی اون دوره اطراف نبود که بفهمه؟ دقت نکردم، اگه کسی هم بود ندیدم. گفتین که همسرتون همین جا اون بالا کار میکنه؟ بله، همون خانمی که پشت میز نشسته بود. بله دیگه ممکن است خواستم یا چند تا سوال هم از ایشون بکنه. مسئله نیست. خیلی ممنون علیرضا بابا. برو یه دقیقه بالا به زهره جون بگو بیاد پایین. خب؟ بوده بابا. زهره جون بابا کارت داره. جونم باشه اومد. خب کن با همون. شما میدونستین که علیرضا سرماخوردگی داره؟ خودم بردمش دکتر. آقای بازپرس، من به این بچه علاقه دارم. هیچ مشکلی هم با هم نداریم. فقط ترجیح میدم تا زمانی که خودم بچه دار نشدم علیرضا با مادرش زندگی کنه، که اینم یه خواسته کاملا طبیعیه. آقای کاردارم زیری بار نمیره. خب البته ایشون هم خواستش طبیعیه. پس شما دبا علیرضا را کاملا میدونستین که چی به چی چیه؟ بله؟ بله، روی پاکت های قرصش خودم نوشتم که هر کدوم چجوری مصرف بشه. قرصش ها کجا میذارش؟ توی کیف مدرسهش، خودم گذاشتم توی کیفش. خب خیلی ممنون. ببخشین، شما میتونید تشریف ببرید. خواهش میکنم. با اجازه. خب آقای کاردار، شما چه وقت متوجه دزدیده شدن علیرضا شدی؟ عصری که از زمین اسکیت برگشتم یه چند جا کار داشتم و شب رفتم خونه. بله؟ علیرضا تویی بابا؟ خوبی؟ قرصاتو خوردی؟ چی؟ دزدیدنت؟ میدونستم بالاخره یه روز مامانت میدزدتت. چی؟ جدی داری میگی؟ خب کاری نداره، از دست دزدا فرار کن. مثل تو فیلما، یکی تو چونه این، یکی تو چونه اون، خلاصه یکی دوتا مش میزنی این فیلمو، از پنجره میپری پایین و تمومه. ساکت باب. یارو گوش کن ببین چی میگم. درست مثل توی فیلم ها 5 میلیون تومان پول آماده میکنی تو 48 ساعتی دیگه. شیرفم شد؟ اونش دیگه به تو مربوط نیست. فقط این چیزی که من دارم میگم گوش کن. 5 میلیون تومان پول تا 48 ساعتی دیگه. من خودم بعدم با تماس میگیرم. آره حال بچهت هم خیلی خوبه، الان هم که صدا شنیدی. درزه مثل تو فیلم ها، اینم یادت باشه. اگه بخوای پای مامورا رو بکشی وسط فکر نمی کنم دیگه بچه تو ببینم. یکیشون که با تلفن حرف می زد، اون یکم با چوب می زد به اینجا.
خب غیر از این که با تلفن حرف میزد دوتایشون به هم چی چی ها میگفتن؟ درباره پول صحبت میکردن. خب دعوا میکردن، یقه هم میگرفتن. سلام، حال شما چطوره؟ آقای اوسیا قرار بود بیان اینجا. بله. بله، من پایین تشریف دارم. با آقای کاردار؟ بله. من از خانم مینا و خواهش کردم که بیان اینجا. یا الله. سلام آقای اوسیا. سلام. خانم مینا وند، شما وقتی رسیدین سر زمینی اسکیت دیدین علیرضا نیست، چیکار کردین؟ چه فکری کردین؟ خب طبیعیه، خیلی ناراحت شدم. متوافق کردم پدرش خواسته من اذیت کنه. میبینین آقای بازپورس، طرز فکر رو میبینی؟ فکر کردم من خواستم اذیتش کنم. من همون شب وقتی متوجه دزدیده شدن علیرضا شدم به ناحیه انتظامی خبر دادم و تا صبحم بالبال زدم. بعد از اونم اونا دو سه بار دیگه زنگ زدن، تهدید کردن، حسابی با اعصابم بازی کردن. وقت خانم میگه خواستم اذیتش کنم. چقدر دیر رسیدیم به علیرضا؟ چرا دیر رسیدی؟ گفتم که فقط 10 دقیقه دیر رسیدم، اونم به خاطر اینکه تو ترافیک گیر کرده بودم. علیرضا اون مدت که تو مقداری بودی دزدیده بودنده تو انباریه همیش چشات بسته بود؟ نه باز بود، فقط دوباره مرد اومد چشام بست و رفت. صاف بایستا، تکون نخور. خب نمیدونی چرا چشدا میبستن؟ نمیدونم، ولی همینجور که چشمو بسته بود یه اشارهای فهمیدم که به هم میکردم. میشینی هم اینجا تکونم نمیخوری ها، فهمیدی؟ بست و رفت. بعدش یه خانم اومد. یه خانم؟ از کجا فهمیدی یه خانم بود؟ از صدای کفشش. آه صدای کفشش. و دیجه چی؟ بو عطر میداد. بو عطرش خیلی زیاد بود. این بو عطر برات آشنا نبود؟ ببین، یعنی میخوام بگم که این بو عطر قبلن یه جا دیگه به مشامه. یعنی ببین اینجوری مشام میجونم. یعنی چی؟ نه نخورده بود. نخورده بود نه؟ سلام. سلام، بفرمی. آیا اوسیا هستم؟ بله، پایین تشریف دارم. پایین؟ همین سالون دارم. خانم میناوند هستم دیگه؟ بله بله. میبخشید شما خانم فلا هستین؟ بله. لطف میکنی شما تشریف بیارین پایین؟ نه. سلام علیکم. سلام. 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 حال شما خوبه؟ سلام. بفرم. شما خسته نباشید. حال شما خوبه؟ چطوری عزیز جان؟ خوبی؟ خوبه. آقا من با اجازتون یه چند تا سوال دارم اگه. بفرما خواهش کنم. علیرضا جان، این مدتی که دزدیده بودنت توی اون انباری بودی با اون آقاها، یادته چه غذاهایی میخوردی؟ چلو کباب، ساندویچ. یه بارم پیتزا خوردین، درسته؟ آره درسته. آفرین، باریکلا.
خانم فلا، شما پیتزا دوست دارین؟ بدم نمیاد، چطور؟ همینجوری، چون یه مقدار بالاتر از مفروشی یه پیتزا فروشی هست. شما تا حالا اونجا رفتین؟ بله، یه چند باری با بیژن و علیرضا رفتیم. آخه علیرضا خیلی دوست داره. شما چطور خانم مینوان؟ بله، چهارشنبه ها که علیرضا میاد پیش من گاهی با هم میریم اونجا. پیزا چیست دست جرفته به همه اعتراف میکنی میگوی دوست داری یا دوست نمیداری؟ شما جتا آقا پیزا دوست داری؟ آره من کوبیده شد دوست. آقا این جبه پیزا توی همون انباری بوده که این بچه رو نگه میداشتم. دو ست از اینا بود، من اینکه شو آوردم بالا همین پیزا فروشی نزدیک هست. خدا پس تا اینجا یک به یک به نفع طرفه. آره دیگه، هم مادر هم نامادر هر دو تاشون علی رضا رو بردن پیتزا فروش. نه شما کاری با من ندارین آقای حسیا. نه خواهش میکنم، خیلی ممنون چه تشریف آوردین. خواهش میکنم، فعلا کاری نداری، میتونی تشریف ببرید. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خداحافظ شما. پس به قول شما حرکت از نو. چطور؟ مادره یا نامادریه؟ خانم مارفل، گزارش من تموم شد. آقا مصطفی شما بفرمون. بله، گزارش منم پیتزا بود که گفتم. هم مادره بچه رو میبرده اون پیتزا فروشی، هم نامادریه. مگه؟ چون بچه پیتزا دوست داشته. بازم یک به یک به نفع طرفه. مگه پیتزا فروشی بغل مرغداریه؟ نه. خانم جان، من اتفاقا همینه به آقا مصطفی عرض کردم که مصطفی پیتزا فروشی کجا؟ او مرغداری کجا؟ خب پس برید ببینید او پیتزا رو کی خریده. پیتزا رو کی خریده؟ یا خانومی چه رفته است تو مرغداری؟ یا خانومی چه رفته است مرغداری؟ یا خانومی که رفته مرغداری به آقا دزده؟ آقا دزده ها؟ حالا به آقا دزده ها گفته یک کدومتون برین از فلانجا پیتزا بخرید. باریکلا، حالا باید دید برای کی مهمه یا برای کی بیشتر مهمه که به چه چی بخورید که دوست داشته باشه. یعنی مادره؟ حتما، احتمالا، شاید، تقریبا. خانم جانم راه افتاده. خانم جان این حتما، احتمالا، شاید، تقریبا اینا یعنی چی؟ یعنی همچیزا که بابیه؟ شما میگو چه میدونه؟ مصطفی، از باب احتمالاً و قطعیت و اینا با اینا نیست. من میدونم خانم جان چی میگه. خانم جانا، از راه طبیعی و منطقی میرسد به اونجا که میبینید کار کاری مادره است. اما از طرفی حسی مادرونش با مادره همراه است، همدلت نمیخواد اونو متهم کنه. این است چه؟ بله، برا مادره مهم است چه بچش چی بخورد چه دوست داشته باشه. دلیل درست است؟ دلیل چه شما میگوید درست است، ولی دلیل قاطع و محکمی نمیتوند باشه. یعنی همون حتما شاید ظاهرا قاعدتا دلیل محکم تر این که مصطفی باید ببینیم این وسط چیز به چه دوزی سود میبره. پس همون قضیه 5 میلیون تومانه. چایم زرد شده حضور دست کنم. احتمالا موارد دیگه، چیزهای دیگه، فقط مسئله پول قطع نیستا. یادمون باشه چه پایه نمادری هم این وسط. آره مادره که خیلی آتشش تون بود که چرا به چشم پیشش نیست. آخه با بچه دوزی چه نمیشد به چرا مالی خود کرد؟ مگه اینکه خواسته باشه با بچه دوزی به همون پول برسه؟ اگه قضیه پول میون باشه پا مادر نمادریه در کاره. مادر هیچ وقت کارو نمی. آقا به احتمال یه زن سوم میشه فکر کرد. مصطفی مادر رو مشغول یا بیخواسته مشغول اینا. برو بری تلفنم جواب بده. باشه. او مصطفی، واسط کجاست؟ میباش. بله بفرمایید. بله. کیه مصطفی؟ کیه؟ جاسم پور تویی؟ جاسم پور کیه؟ من نجمم. حالت خوبه؟ چی میگه؟ چطوری؟ مصطفی چی میگه؟ چه خبر؟
اه؟ جدی؟ چی میگه؟ مصطفی چی میگه؟ خب کجا؟ آه. خب یه چیزی بگو. بهار؟ آها میدونم باشه. نزدیک همون چیز؟ نزدیک اداره برق. آها باشه باشه باشه. کار نداری من میام اونجا. خداحافظ خداحافظ. آقا دیگه احتیاج نیست که چرت و پرت بگی. چطور شده؟ نگاه کن. چطور شده؟ نادر کفاشا دستگیر شده آقا. تا یه ساعت دیگه اسم و مشخصات اون زنه رو نزد ماست. احتمالاً مصطفی. نه دیگه آقا، این دفعه حتماً. حالا شاید حتماً احتمالاً. آقا نادر کفاشان سریدار مرغداری دستگیر شده. اون زنم که اومده رفته توی اسم مرغداری. پس دیگه تمومه دیگه حتماً. مصطفی جای احتمال بذار. بابا درست میگی آخه. بابا خودت داره گورم این دست. بازم به مصطفی میگی. دوست ندارم بگم احتمال. دوست دارم بگم حتما. کاری نداری؟ مصطفی زود بیا یا زود خبر بده به ما. آره زود خود دان مصطفی من نمیدونم. خودت به وقت اومدی. باشه. خدا. انداز بچو اون طرفا. بابا این دو دست تو درست میگی. از اینا به تو از من از اینا از اون ها برکن. آره از اون.